تقلب از یک زمانی اسم رمز شورش در ایران شد، یعنی به جای اینکه تقلب به عنوان یک نگاه کاملا فنی در انتخابات باشه، تبدیل شد به اسم رمز یک نوع شورشی که توی اون سازماندهی آرا وجود داشت، توی اون فعال شدن نیروها وجود داشت، لشکرسازی برای تقلب وجود داشت، در حالی که تقلب لشکرسازی احتیاج نداشت. تمرین پهن شدن مردم توی خیابونها برای اولین بار در ایران شکل گرفت. 13 میلیون هم رای دهندگانی داشتیم که به آقای موسوی رای دادن. اینها هم جز کسانی بودن که افتخار 40 میلیون رای رو آفریدن. اینها هم نباید فراموش کنیم، اینها هم جز کسانی بودن که افتخار 40 میلیون رای رو آفریدن. در بسیاری از حوزه‌های انتخابیه که این 7-8 نفر معتمد میشینن که رای مردم رو میگیرن، هم طرفدار احمدی نژاد، موسوی، نمیدونم کروبی، رضایی توش بوده. خود اینها نوعی پوشش تقاطع اطلاعاتی داره و اجازه تخلف نمیده. سخنان دیروز آقایان ابتهی و اتریانفر در دادگاه رسیدگی به اتهامات عناصر و افرادی که به طراحی، سازماندهی و ایجاد اختشاش متهم شدند، همچون بمبی خبری توجه همه رسانه‌های داخلی و خارجی را به خود جلب کرده است. محمد علی ابتهی نائب الرئیس الاصلاحی محمد خاتمی، محمد علی ابتهی معاون محمد خاتمی رئیس جمهوری اصلاح طلب پیشین ایران، در دادگاه بدوی انقلاب هنگامی که از روی ورقه‌ای که در مقابلش بود اعتراف می‌کرد، در واقع یک بمب غیرعادی را منفجر کرد. من الحوادث الاخيره واتهم المراقبين والمحللين يعتقدون ما صرح به. کارشناسان معتقدند صحبت‌های ابتهی شکاف بزرگی را در میان جریان اصلاح طلب ایجاد کرده است، چرا که وی از معروف‌ترین شخصیت‌های اصلاحات است. ابتهی امروز صراحتاً گفت هیچ تقلبی در انتخابات ریاست جمهوری رخ نداده و کسی که ادعا می کند در این دور از انتخابات تقلب شده دروغگوست. علاقه من بودم اونجا صحبت کنم به خاطر اینکه تو زندان نمیخواستم حرف بزنم و تو زندان نمیخواستم چیزی بنویسم. دادگاه برام فرصت خوبی بود، یادداشتهایی بود که خودم با دست خودم قبلش خودتون درخواست صحبت داده بودی تو دادگاه؟ بله بله، خودم درخواست صحبت داده بودم که چون یه فرصت خوبی بود که توی اون فرصت خوب میشد حرف زد، رسانه ها بودن، جای دیگه بودن و بعد هم میتونستم از اون فرصت برای این که دیدگاه هم مطرح بکنم، در حقیقت اون شجاعت هم رو برای این که بتونم به منصه وجود و ظهور برسونم و بعد هم روش مقاومت میکنم. یعنی عجله نکردین آقای اتریانفر؟ چون شما هم درخواست صحبت داده بودین دیگه، حالا یکم بیشتر فکر میکردین بعدا مثلا صحبت میکردین. من چرا ببنی... عجله بکنم؟ یعنی چرا احساس میکنیم عجله است؟ من احساس میکنم که یک فرصتی بود که این فرصت دیدگاهامون رو مطرح کردیم. این دیدگاه ها کاملا دیدگاه هایی بودش که من شخصا خدمتشون نبودم، جدا بودیم از هم، من شخصا بیش از یک ماه بود که تمام این اصولی که من دیروز مطرح کرده بودم باور درونی من شده بود توی دیدگاه هم. یه جایی می‌خواستم پیداش کنم که اون رو مطرح کنم. در داخل و در حالی که دادگاه فقط اولین جلسه اش رو تشکیل داده، برخی برخوردهای افراطی و تفریطی همچنان ادامه دارد و هر کسی سعی می‌کند فرضیه‌هایش را در بحث انتخابات مورد تأکید و تایید قرار دهد. رسانه‌های خارجی نیز در نگاهی تقریباً یکسان به دادگاه دیروز در تلاشند با ایجاد ابهاماتی صحت و حقیقت مطالب مطرح شده را زیر سوال ببرند. هدف حاکمان ایران این بوده که توطئه خارجی را برای زیر سوال بردن برگزاری انتخابات ایران و برای سرنگونی جمهوری اسلامی ثابت کنند. مسئله‌ای که اونها در حال تلاش هستن اینه که یک داستان روایی خلق کنن. این داستان اینه که پروژه انقلاب مخملی در حال انجام بوده، قدرت‌های خارجی در حال توطئه بودن و اونها این اشخاص خاص رو با فشار در این نقش‌ها قرار دادن. مهمترین ابهامی که برخی رسانه‌ها در صدد الغای آن هستند این است که سخنان آقایان ابتهی و اتریانفر در دادگاه و در کنفرانس خبری زیر شکنجه و فشار بیان شده است. البته طرح ادعای شکنجه و زیر فشار بودن متهمان بازداشت شده در چند هفته اخیر، به ویژه درباره وضع برخی متهمان، به طور مداوم و تقریبا همه روزه مطرح بوده است.
اما پس از سخنان دیروز ابتهی و عطریانفر طرح این ادعا شدیدتر شده است تا پیامدها و تبعات سخنان دیروز را خونسا کند. هیچ کس باور نمی کند نوع اعترافی که این افراد کردند واقعی باشد و تحت فشار نباشد. اگر افراد شکنجه و تحت فشار قرار گیرند، آنها هر چیزی خواهند گفت. متهمین تحت آزار و اذیت قرار گرفته جسمی و روحی قرار داشتند، حق دسترسی به وکیل نداشتند و کسانی را هم که به وکیل به عنوان وکیل معرفی کردند حسب فشار دادگاه بوده. زندان بده ولی واقعا تو زندان به ما بد نگذشت. خوراکو خوردی یا نه آیه افشایی؟ نه الان دارم میخورم ولی انصافا زندان من این رو خلاف یک امر وجدانی و چیز میدونم که در درون زندان بده، ولی در درون زندان انصافا خدمات و رفتار و گفتمان و گفتگوها بسیار گفتگوها و رفتارها خوبی بود. یعنی من با بازجوم دوست بودم و واقعا با هم دیگه میشستیم و اونم اهل فهم. اونم چجوری باور کنیم؟ حالا به دلیل اینکه اونم اهل فهم و شعور بود، یعنی میشستیم با هم دیگه ساعت‌ها حرف میزدیم، استدلال میکردیم. گفت شما گفته بودین که مثلا بازجوها خیلی آدم با ادبی و فهمی هستن، درسته؟ آقای عطیانفر هم گفته بود که با بازجوها بحث میکردیم، درسته؟ ما از بازجو چیزی که تو ذهنمون هست یه اتاق نمور و تاریک و کوچیک، یه چراغی که آویزونه و تکون میخوره، یه بازجو خشن با شلاق که به زور ازتون حرف میکشه. این بازجوها چه نوع آدمایی بودن که با شما نبودن اینجوری سیاسی هم میکردن؟ عرض شود این برادرانی که با ما دمخور بودن، گفتگو میکردیم، مثل جنس خود ما هستن، تفاوتی نمیکنن. علتش اینه که ما یک بخشی، یک قطعه‌ای از این پازل نظام بودیم در یک حوزه، در یک حوزه رسانه، در یک حوزه سیاست، اینها هم در یک حوزه امنیت و اطلاعات. ما یه فصل مشترکاتی داریم، مبانیمون مشترکه، در این مبانی اختلافی نداریم. وقتی پایه مشترک باشه، وقتی در واقع پایه بحث به لحاظ ذهنی و اعتقادی واحد باشه، به سرعت انسان به وحدت در واژگان میرسه، وحدت در گفتگو میرسه. این چیزیست که طبیعت سنخ اون دوستان و سنخ ما که نسبتی داریم به یک مجموعه به لحاظ پایه‌ای، به سرعت به یک تفاهم میرسه. اون تصویر ذهنی شما متعلقه به دو جریان در تعارضه. بله، من در مقطع دوران شاه سال 54 تا 55، 56 تا 57 زندان بودم. بازجوها عناصر خشنی بودن، شلاق به دست، درگیر، خشونت، برخورد. نقطه مقابل هم ما مقاومت میکردیم و بسیار زیباست شما بدونین در بحث روحیه که اشاره میکنین، در دوران شاه در زندان اوین، در همینجا که من زندان بودم، روز به روز که بر زندان من میگذشت، بر قوت روح من افزوده میشد. احساس میکردم به پای ابوذر دارم میرسم، به پای عمار دارم میرسم، من دارم خودم رو تقویت میکنم، من دارم به مراتبی از اوج عرفان و روح متعالی انسانی و مبارزاتی خودم دست پیدا میکنم. اون مقاومت بود، رو در روی کاملا، مثل درست دو تعاریفی که در قرآن میشه، دو جریان که در برابر هم میستن و اون متکی بر خدا خودشو میکشه بالا. اینجا همچین چیزی نیست، اینجا دو جریان نیست، یک مجموعه است، یک سوء تفاهم رخ داده. ما در مقام رفع سوء تفاهم ولا غیر، این سوء تفاهم باید رفع بشه. سوء تفاهم در حوزه های دربسته رفع میشه، بعد توسعه پیدا میکنه، جامعه رو هم تحت تاثیر قرار میده. قطعا و مسلما دوست عزیز من آقای ابتهی، من الان میخوام به شما عرض بکنم، همه اون برای بچه‌ای که الان توی زندان هستن و شاید به قول آقای ابتهی شجاعت ابراز وجود اظهار نظر نکردن، وقتی بین خودشون و خدای خودشون خلوت کنن یا با خود بازجوشون حتی خلوت میکنن، به بسیار از این دیدگاه های ما هم معترفن، اونا یه سری محظورات دیگری دارن که اونا باید رفع بشن. در همین زمینه، یعنی